مجتبی میرزاده نوازنده در سال 1324 خورشیدی در کرمانشاه به دنیا آمد. زمانی که 14 سال داشت، پدرش به اصرار یکی از آشنایان که علاقه مجتبی را به ساز دیده بود، برای او یک ویولن خرید. او پیش از آن مدتی با سنتور برادر بزرگتر تمرین موسیقی کرده بود. پس از خریدن ویولن، چون معلمی برای یادگیری نداشت، خود با استفاده از آهنگهای آن زمان رادیو شروع به یادگیری ویولن کرد. 3 سال بعد در مسابقات اردوی رامسر شرکت کرد و رتبه اول را در نوازندگی ویولن به دست آورد. در سال 1339 همکاری خود را با رادیو کرمانشاه آغاز کرد که سرپرست آن محمد عبدالصمدی بود و در این مدت آثاری ماندگار در موسیقی کردی با همکاری وی خلق کرد. در سال 1346 به تهران رفت و از سال 1347 همکاری خود را با ارکسترهای باربد، نکیسا و فارابی به عنوان نوازنده ویولن آغاز کرد. میرزاده نوازندگی خود را متأثر از نوازندگی پرویز یا حقی می دانست. در ویولن میرزاده تکنیک های غربی نوازندگی ویولن همراه با شیرینی موسیقی ایرانی نمود دارد. صادق نوجوکی در وصف وی میگوید مجتبی از نظر قدرت نوآوری و ابداع بهترین نوازنده‌ای بود که در طول عمرم دیدم. وی برای هنرمندان بسیاری آهنگ ساخته و آهنگسازی چند فیلم را نیز بر عهده داشته است. آهنگسازی و تکنوازی آهنگهایی با صدای خوانندگانی چون هایده، موئین، گوگوش و داریوش در کارنامه او موجود است. میرزاده در سالهای آخر زندگی و در اوج تجربه و خلاقیت منزوی شد. مجتبی میرزاده سرانجام در 26 تیر ماه 1384 چشم از جهان فرو بست. Thank you.